مکاروف در کابل کشته شد. آیا اسدالله خالد کنارگیری کرده است؟ یک دیپوی بزرگ ماین با پینجا و سی طالب در قندهار نابود شد. به نام خداوند بخشنده و مهربان با با تقدیم سلام. به زیگر از, دیگر از های این چینل خوش آمدید. یک دیپوی بزرگ ماین با 53 طالب در قندهار نابود شد. وزارت دفاع افغانستان پنجشنبه هفته جدی با نشر خبر میگوید که 53 طالب مسلح کشته و یک دیپوی بزرگ ماین این گروه در ولایت قندهار تخریب گردید. به گزارش اسپوتنیک در خبرنامه آمده است که گروه طالبان دیروز در حال حمله بر مربوطات ولسوالی های ارغنداب و خاکریز هدف قرار داده شدند که مصروف پلانسازی برای اجرای حمله های تروریستی بودند. خبرنامه می افزد که در نتیجه حملات ارتش 53 طالب مسلح کشته و 15 تن دیگرشان زخمی گردیدند وزارت دفاع ملی میگوید که همچنان چهار موترسایکل یک مخفیگاه و تعداد زیاد سلاح و مهمات و موینهایشان تخریب گردید این وزارت همچنان میگوید 68 حلقه ماین که توسط طالبان به خاطر از بین بردار افتاد ملکی در مسیر راهی رفت و آمد مردم جابجا گردیده بود توسط تیم انجینری ارتش کش و خونسا گردید. آیا اسدالله خالد کنارگیری کرده است؟ گزارش از کنارگیری وزیر دفاع افغانستان در شبکه های اجتماعی به نشر رسید است. به گزارش سپوتنیک رسانه های افغانستان گزارش دادند که منابع نزدیک به اسدالله خالد وزیر دفاع این کشور می گویند که اسدالله خالد نسبت مشکلات صحی که دارد از بست وزارت کنارگیری کرده. و کنارگیری وی از سوی رئیس جمهورغنی تایید شده است این منبع می افزاید که رئیس جمهورغنی جنرال یاسین زیا لوی درستیس نیروهای مسله را به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی و جنرال ولی احمد احمد زی فرماندهان پیشین سپاه 215 میوند را به حیث لوی درستیس قوای مسله گماشته است تا اکنون وزارت دفاع و ریاست جمهوری افغانستان درباره این خبرها واکنش نشان نداده است یادآوری میکنیم که چند سال پیش اسدالله خالد در یک انفجار به شدت زخمی شده بود. مکاروف در کابل کشته شد. خبرگزاری سیهون نیوز پلیس کابل از کشته شدن جمالدین مشهور به مکاروف یکی از سردسته های دزدان مسلح در شهر کابل خبر می دهد. قماندانی امنی کابل جمعه نزده جدی با نشه اعلامیه گفته است که ساعت 8 تا دقیقه روز پنج شنبه جسد مکاروف یکی از سرگروپ های دزدان مسلح در منطقه سیابینی مربوطات ولسولی بگرامی شهر کابل دریافت شده است پلیس کابل میگوید پیش از این یک تن به نام زمیر توسط پلیس بازداشت شده بود که از عضویت خود در گروپ جرایم سازمان یافته به رهبری جمالالدین مشهور به مکاروف اعتراف کرده بود بررسی های ابتدایی پلیس نشان می دهد که این در نتیجه درگیری میان خود به قتل رسیده است قماندان امنی کابل میگوید جمالالدین مشهور به مکاراو با شرکای جرمی از سوی شب در مسیر شاهرهای کابل لوگر دست به دزدی های مسلحانه و آزار و اذیت شهروندان میزدند. وزیر خارجه تاجیکستان به هدف رایزنی در باره گشایش و راه چند پروژه اقتصادی به افغانستان آمد هشت سو کابل وزیر امور خارجه ترکمنستان برای یک سفر دو روزه به افغانستان روز جمعه 19 جدی وارد کابل شد طبق اعلامیه وزارت خارجه قرار است وزیر خارجه ترکمنستان در جریان این سفر برای رئیس وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی دیدار کند محور گفتگوهای دو طرف در این دیدارها ریزنی در درباره آمادگی های لازم برای گشایش و رواندازی چند پروژه مهم اقتصادی میان ترکمنستان و افغانستان از وزارت خارجه اعلام شده است وزارت امور خارجه همچنان گفته است که یکی از اهداف مهم سفر وزیر خارجه ترکمنستان به افغانستان امضای چندین یادداشت تفاهم در پیوند به مشورتهای سیاسی قرنطینه زراعتی امنیت و مسائل نفت و گاز میان کابل و اشقابات بحث کنند میرو ایسناب موین سیاسی وزارت امور خارجه از وزیر خارجه ترکمنستان در میدان هوایی کابل پذیرایی کرد طالبان و موانع قدرت از پاکستان به افغانستان علی موسوی تحلیل از خبرگزاری افاق پاکستان تنها خازگاه طالبان نیست بلکه در طول 20 سال گذشته پایگاه و مرکز قدرت آن گروه نیز بوده است شورای کویتا کانون رهبری آن گروه را تشکیل می دهد نامی که نشانگر استقرار رهبران اول طالبان در خاک پاکستان است منابع امنیتی افغانستان میگویند که حتی زخمی های طالبان نیز در شفاخانه های پاکستان مداوا می شوند در زمان افشای مرگ خبر ملا عمر رهبر و بنیانگذار گروه طالبان هم ادعا شد که او در شفاخانه در پاکستان درگذشته است گرچه بعدها برخی منابع غربی از مرگ او در زابل در جنوب افغانستان خبر دادند اما در عین حال تصریح شد که ملا عمر پس از سقوط رژیم طالبان ارتباط سازمانی خود با تشکیلات رهبری و فرماندهی طالبان را از دست داد. و به عبادت و قرائت قرآن رو آورده و تنها از گوی از طریق یک شخص دیگر در جیران تحولات مربوط به طالبان قرار می گرفته است ارتباطی که در اواخر زندگی او کاملا قطع شده است اسامه بلنانن رهبر شبکه القاعده و از متحدان بسیار نزدیک طالبان و شخص ملامر هم برای ارتش امریکا در بیت آباد جای در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد گرچه درباره صحت روایت امریکا هیچ مدرک معتبر ارائه نشد و امریکایی ها ادعا کردند که جسد او را معدوم کرده و بقاها این را بدری افگندند. اختر منصور که پس از مرگ ملا عمر او شد نیز هنگام بازگشت از ایران در خاک پاکستان آماج حمله هوایی امریکا قرار گرفت و کشته شد. این نمونه ها به اندازه ای است که بتواند ادعاها درباره استقرار مراکز رهبری، فرماندهی، اردوگاه های آموزشی و سایر تشکیلات سازمانی طالبان در خاک پاکستان را تایید کند. اکنون اما رئیس امنیت ملی میگوید که اطلاعات نشان میدهد که گروه طالبان با افزایش خشونت و جنگ در صدد فراهم کرده از این زمین انتقال رهبری و کمیسیونه های خود از پاکستان به داخل کشور است احمد زیا گروه طالبان را جغرافیای جنگ در ولایت های جنوب و جنوب غریبی به این هدف گسترش دادن او گفت زمانی که رهبران طالبان از کراچی و اسلام آباد به قطر میروند دچار عذاب وجدان می شوند و از این رو تلاش دارند زمینه را برای حضور خود در افغانستان فراهم کنند به گفته آقای سراج، این تلاش طالبان ناکام مانده و پس از این نیز موفق موفق به انجام نشدن او در این حال گفت که تحرکات کنونی طالبان نشان می دهد که این گروه روی ولایت ننگرهار به همین هدف متمرکز شده است همان گونه که در گفته های آقای سراج هم تصریح شده این نخستین بار نیست که طالبان برای انتقال و استقرار مراکز رهبری و فرماندهی خود از پاکستان به داخل افغانستان تلاش میکنند در گذشته هم این گروه سعی فراوانه کرده تا با اشغال دویمی یک ولایت یا سلطه پایدار به مراکز شهری بخش از ساختار رهبری خود را به داخل کشور منتقل کند. سپاس که تا این با ما بودید. تا ویدیوی دیگر. الله یارم مددگار همه تان.